سلام بچه ها، خوش اومدید به ولگ جدید ما. امروز اومدیم سرای گلشن، یه دونه از قدیمی ترین کاروانسرای همدان که برمیگرده به دوره صفویه که سلسله صفویه تو ایران بوده. کلن این سرا ساخته شده. اینجا رو که میبینید دو تا راه داره که میره در طبقه های بالا و اینم که فضای ورودی اینجاست. سلام، چاکرین. یه اطلاعاتی حالا خودشون گذاشتن از این سرا. این هم نقشه‌شه و این هم عکسایی که حالا از سرای گلشن گرفتم. کلن معماری اینجا برمیگرده، اگه بخوایم اینجور حساب کنیم، معماری اینجا یه جور شبیه معماری قاجاره یه مقدار. و اینکه شغل اصلی اینجا کلن همه خاربار فروش و پارچه فروش هم، ولی درصد بیشترش اینجا کلن پارچه فروش هم. تعداد کمیشون هستن که خاربار فروش باشن، ولی چه در قشنگ قدیمی اینجاست. به به، خیلی زیباست. بذار توشو نگاه کنی. چقدر قشنگه، ولی حیف که بسته است. داشتم میگفتم دیگه، کلن اینجا خیلی فضای قشنگی داره. اینجا هم که داریم میریم دو تا راه داره باز به بالا، یکی پله ها این طرفه، یکی هم پله ها این طرفه. مغازه های اینجا هم که میبینید همه شون اینجا پارچه فروش هم، ولی بسته است کلن دیگه، تایم استراحته. اینجا هم که نگاه کنید یه تاق خیلی قدیمی داره. این معماری اون موقع چقدر عالی بوده، الان یه دونه از اینا نمیتونن یه همچین چیزی انقدر و همچین ظرافتی واقعا در بیارن. اینجا جاش خیلی قشنگه ها، فوق العاده است. یه غذاخوری داره اینجا، فوق العاده عالیه، فوق العاده عالیه. یعنی کسایی که بادمجون خور باشن میدونن اینجا چقدر عالیه. سلام. بچه اینجا کلن سه تا در داره که سه تاش هم یکیش میخوره، دو تاش میخوره بازار، نه آره دیگه سه تاش میخوره بازار، یکیش وارده چی میشین شما؟ صافخونه میشین که اینجا بره. یکی دیگهش اون دره بود که الان اومدیم ازش داخل که میخوره خیابون اکباتان. اینجا هم که عمده فروشی لوازم تحریر دیگه کلن، عمده فروشی، کف فروشی. این در ورودی بود که اومدیم، این در اصلی اینجا، در اصل اینجاست. بریم تا
طبقه بالا ماشاءالله اینجا هم پله رستم داره. بریم بالا. یا خدا کلم خورد اینجا. شت قد بلند مایه درد سر. بریم بالا. کلم چقدر درد گرفت. بچه این شیروانیه رو میبینی اینجا زدن، اینجا زیرش چوب بود قبلا، ولی یه نقطه باشه حالا رسیدم برامتش کردن دمشون گرم. بچه دو سه جا بهتون نشون بدم این فیلم ترسناک میمونه. بکن اینجا شب بیای این در رو نگاه کنی، این فیلم ترسناک هست، آدم میگرخه. یا خدا من که واقعا همینجوریش میترسم هم داخل. این هم یه دونه دیگه از اون درهایی که داخلش یکم دارک تره. این پلکانه رو میبینید اینجا گذاشتم، اینو میخوابونن تختش میکنن، از اینجا رد میشن میرن اونجا، اون در رو باز میکنن که میره اون طرف، فضای اون طرف. بریم پایین. اینجا هم باز پل رستم. حالا میریم اینجا هم بریم داخل نگاهی بندازیم. بچه من اومدم اولین بار که اومدم اینجا گفتم واو چه فضای تاریخی داره، چقدر باحاله. بعد متوجه شدم اینجا دستشویی توالته، یعنی اینجا توالته، فضای تاریخی نیست، توالته. نمیشه دستشویی اینجا توالته. من اولین بار که اومدم اینجا گفتم واو چه جای تاریخی خفنی، اینا همه انباره، ولی دیدم نه بابا ها اینجا توالته. و این هم پله رستم. بریم بالا. اینجا هم همه انباره کفشه. سلامتی چاکرین فداچم. خوبی؟ نوکرت هم فداچم. اینجا هم انبار کفش کلن. خوبی آج مهدی؟ نوکرت هم فداچم. فدات بشم آج مهدی جان. این هم نمایی بالای باید از آج مهدی. چاکرین فداچم. باید علاقه داشته باشی بیایی دیگه کنن جاها را. بریم این پله های اون بر. بچه ها معماری ها اینا یادم رفته شو بدم نکنی معماری ها معماری دوره صفویه. اینجا پله داره، نمیدونم کجا میره، بگم باز پله داره، پلهش دو طرف هست. اینجا اینجا میره انبار. یا خدا اینجا هم بستنش فقط میدونی بیه بالا.
اینجا نکن در گذاشتم. هر کی من پرت کنم پایین اینجا پرتش کنم. پرت بشی پایین دیگه جایی نیست که بتونی خودتو گیر بدی، مستقیم پات میشکنه. نزدیک بود بیفتم. نمیدونم تو چیه، خیلی باحال فکر کنم. یه چند دقیقه خودم بگیرم. واقعا این پله ها آدمو خسته میکنه، ارتفاع پله هاش خیلی زیاده، خسته شدم. ولی از این بالا خیلی نماش باحال بود. خیلی بذاریم یه با دیگه بگیرم. حیفه باید دست رو اینجا یه جا گیر بدیم خواهی بلنشی. نکنه نمای پشت رو داشته باشین. چقدر عالی، چقدر زیبا. شیرونی هاشو زیاد صحبت نمی کنم، دوست دارم بهتون بیشتر فضا اینجا نشون بدم. خب بریم اینجا. حالا میارم همه انباره ها، همه شون بسته است. اینجا قبلا راه بوده بچه ها، نگاه کنی این راه داشته میرفته به اون طرف، ولی دیگه خودشون بستنش دیگه. حیف برای مستقیم میرفتیم، نمیرفتیم دور بزنیم. پله‌هاش خطرناکه واقعا. یه اون راه بود که بستنش و پشتش ها که متصل بوده به این راهی که ما رفتیم دورش زدیم. راه همون شد دو برابر راحت. میرسیم مستقیم میدید دالان دالان بیاییم جلو. یه اون خیلی جالبه، یه اون برای اینجا میله گذاشتم به عنوان دستگیره تا اینجا. پس اینجا چی؟ این وسطه یکی باید یه کاری بکنه. در ماشالله همونجا نقاشی دیگه چی بلد بودی رو فضای تاریخی بکشی؟ برای افراد بلندقد 180-195 اصلا اینجا پیشنهاد نمیشه، چون همش باید سرتو بیاری پایین که همونقع سرت نخوره به این تاقایی که اینجاست.
بریم یه نهاری بخوریم. از اینجا هم میتونم برم و ولی دیگه حالا از اینجا راه داره میبینید میری دوباره دورنده پایین ولی این دیگه راحت ترینش اینه دیگه. چه در قشنگ با حالیه، مثل همون دری که بود که اون طرف بود دیدیمش. اینجا هم باز پلکان میذارن اینجا میرن داخل دیگه. بچه اینجا غذاش خیلی خوشمزه است، آب گوشتش مخصوصا بادمجونش. من چون بادمجون خورم علاقه شدیدی دارم به بادمجون. حالا بریم سفارش بدیم داخل و بریم بشینیم. سلام عمو جان. چاکری خوبی؟ یه بادمجون لطف میکنیم امو با نوشابه. یه دونه از اینو بندم. میشه بازش کنی اینو برام؟ بذاریم. میشه بازش کنی؟ ببخشید. میشه باز کنی برام؟ معذرت میخوام. یه دونه بگیرش. هم. بریم یه بخور. خطرناکه. اصلا بیوفت رو میگیریم دست این هم میگیریم بذاره کمش کنیم که نریزه. بریم بالا. اینجا حال نمیده بریم اون فضای اون بالا بشینیم کیفش رو بریم. خب بیان اینجا که شلوغه این باز بهتره. نه این بهتره. اینجا بذاریم اینجا غذامونو. این هم از این. این هم از دوغ. این هم دوغ نوشابه همون. آخی. خب دوستان عزیز داشتم بهتون میگفتم جای خوشمزه شد و متاسفانه ویدیو که داشتم میگرفتم خوب نشد. و اینکه جاتون خالی دارم یه بادمجون پر سیر میخورم خدا به داد مشتری ها برسه امروز داخل مغازه که جون خواهم من تعامل کنم. من وقتایی که ولاگ باشم بیام بیرون بخوام یه ولاگی بگیرم یا اصلا نتونم برم خونه 100% دو جا بیشتر نمیرم، یا میرزا کازم 100% سوسیس تخم مرغ، سیب زمینی تخم مرغ اینا، و اگه بخوام خیلی دیگه با خودم لاکچری برسم غذای مورد علاقه‌ام بخورم بادمجون. اونم نه بادمجون همه جا، بادمجون فقط کجا؟ گلچن. چون خوشمزه است خدا وکیلی، انصافا خوشمزه است.
کسی هم که بچه های همدان نیستن 100% همدان سفر کردید بیاید گلچن و 100% امتحان کنید خزشو. اگر امتحان نکنید که ضرره که هم گلچن هم میزه کازن. بچه های عکاس که علاقه دارن به عکاسی مخصوصا تو سبکایی که اینجا داده سنتی طوره، لباس های سنتی، لباس های گلگلی، 100% من اینجا رو پیشنهاد میدم. مخصوصا این بالاخونه اینجا کلی عکس های خفن اینجا در میاد. راستی یه چی بهتون نشون ندادم، یه دونه اونجا آبخوری هستش از این قدیمی ها. من اول فکر کردم مان آبخوری اسب بوده، سوال کردم بودم آقا مان آبخوری اسب بوده، با نه بخوا اینجا قبلا تو شیخ مینداختن آب میخوردن اینا، آب خنک و اینا تگری. بعد فهمیدم هم برای آب خوردن استفاده میشه هم برای آب دادن باغچه استفاده میشه. بهتون نشون میدم الان چجوری بوده و چجوری آب ذخیره میکردم و استفاده میکنم برای باغچه. نهار بخورم یه همونجا اونم بهتون نشون میدم. من برام واقعا سواله، بنده خدا کسی که حالا اینجا انبار دارم واقعا خسته نمیشم باشون، دور از اون درد نمیگیره. من چند دفعه شد یکی اینجا بود، دوتا، سه تا، چهار تا، پنج تا، پنج دفعه اینجا رو رفتم بالا پایین واقعا زانوام درد گرفتم. حالا خدا بداده کسایی برسه که اینجا دیگه انبار دارم، واقعا اذیت میشم. خب الان ساعت 1:30، تا ساعت 3 وقت داریم، یه مقدار دیگه بریم موزم بچرخیم. گربه ها دعواشون ها.
میخواستم به این فکر میکردم که الان بخوام برم مغازه یه ماسکی بگیرم بزنم صورتم. با این سیلی که من خوردم فکر کنم مشتری گیج بشه. ماشاءالله بادم جان پر روزی بود تمام نمیشه هی در میخورم. بریم تحویلش بدیم و حساب کنیم و بریم خونه. حتی خونه نه. بریم یه جای دیگه هم یه بلاک بگیریم. بچه ها بالا بودیم من گفتم بهتون یه چیزی میخوام نشون بدم. این حوضچه دو تا استفاده داره. یکی اینکه قبلا اینجا آب پر میکردن، آب خنک میخوردن، حتی توش یخ هم مینداختن. دو اینکه اینجا لب تا لب پر میکردن پر آب، و اینکه یه دونه چوب رد میکردن این پشته. اینجا این قشنگ پر پر میشده، بعد اینجا رو این باغچه رو باش آبیاری میکردن. گفتم که بهتون گفته باشم آبم هدر ندین. آب نداریم تو همه دام. و این که بچه ها خیلی 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 ممنون ازتون که امروز من تعامل کردین. روز خوش، خدا نگهدار.